مذاکره بدون پیش شرط به سود مردم ایران است نباید فرصت مذاکره بدون پیش شرط را از دست داد مایکل پومپئو وزیر خارجی آمریکا در دیدار با آقای کاسیک همتای سوئیسی خود در روز یکشنبه دوازدهم خرداد گفت که دولت ترامپ آماده است با ایران بدون هیچ پیش شرط وارد مذاکره شود او اضافه کرد آماده ایم برای گفتگو با رهبران ایران سر میز بنشینیم حسن روحانی نیز روز شنبه 11 خرداد در تازه ترین اظهارات خود در مورد مذاکره گفته است اگر با احترام کامل و در چارچوب مقررات بین المللی کنار میز مذاکره بنشینید ما اهل منطق و مذاکره ایم نه اینکه فرمان مذاکره صادر کند در آن صورت ما تابع نخواهیم بود بعد از تشدید تنش ها و بالا رفتن احتمال درگیری نظامی بین دولت ترامپ و جمهوری اسلامی در هفته های گذشته اینک به نظر میرسد فعالیت‌های فعالیت های دیپلماتیک گسترش یافته و گرایش به مذاکره تقویت گردیده است اعلام آمادگی دولت ترامپ برای مذاکره بدون پیش شرط، فرصت مناسبی را برای انجام مذاکره کاهش تنش و خطر درگیری نظامی بین دو کشور و پرداختن به اختلافات دیرینه فراهم آورده که استقبال از آن به سود مردم ایران است. موزگیری مایکل پومپیو به معنی آن است که دولت ترامپ دیگر بر شروط دوازده کانه تاکید ندارد. او اعلام کرده است که دولت آمریکا بدون پیش شرط می خواهد با رژیم ایران مذاکره کند. در سالهای گذشته بارها فرصت مناسب برای مذاکره بین دو کشور به وجود آمده بود اما سران رژیم این فرصتها را از دست دادند مردم کشور ما بر اثر ستیز جمهوری اسلامی با آمریکا متحمل زیانهای جبران ناپذیری شده است در نتیجه تحریم های فلج کننده آمریکا اقتصاد کشور کوچکتر شده و به سمت فلج شدن سوق پیدا کرده است بار اصلی تحریم های اقتصادی روی دوش کارگران، زحمتکشان، معلمان، بازنشستگان و بخشی از لایه های میانی جامعه است. این تحریم ها زندگی آنها را به فقر و فلاکت بی ای کشانده است. مردم ایران در میان سنگ آسیا جمهوری اسلامی و دولت ترامپ دارند له می شوند. اکثریت مردم کشور ما نگران جنگ و قطعی هند. ما بر این باوریم که سیاست نجنگ و نمذاکره قابل دوام نیست. راه اجتناب از جنگ در شرایط کنونی، پذیرش مذاکره بدون قید و شرط است. تن دادن به مذاکره هرچند راه حلی برای رفت از بحران اقتصادی و استبداد سیاسی کنونی نیست، اما راهی است که میتواند مردم کشور را از خطر جنگ و پیامدهای ویرانگرش برهاند حزب چپ ایران فدایان خلق بارها اعلام کرده است درگیری نظامی بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکا نتایج ویرانگری برای کشور ما و منطقه به بار می آورد راه جلوگیری از درگیری احتمالی نظامی متوقف نمودن تهدیدها علیه همدیگر و آغاز مذاکره بدون قید و شرط است به نظر ما نباید فرصت پیش آمده را از دست داد با از دست دادن فرصت مذاکره تحریم ها تشدید یافته و خطر درگیری نظامی افزایش خواهد یافت امتناع از مذاکره بدون پیش شرط برای کشور ما فاجعه خواهد آفرید اگر درگیری نظامی هم صورت نگیرد تحریم های فلج کننده اقتصادی ساختارهای کشور را به شدت تخریب کرده و کشور ما را به عقب خواهد برد هیئت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران فدایان خلق 13 خرداد ماه 1398 برابر با 3 ژوئن 2019